سلام، من پردیسم. توی این ویدیو قراره در مورد معنای کلمه اون با تو صحبت کنم. ممکنه که شما این کلمه رو شنیده باشین توی کلاس های یوگا و حتی میتونه خارج از کلاس های یوگا این کلمه رو شنیده باشید و دوست داشته باشید بدونید معنیش یعنی چی. اینطور میگن که اون صدای یونیورسه، صدای تولد و مرگ، هرچی که بین این دو هست. اون نماد روح، نماد حقیقت الهی، اون یعنی هوشیاری، آگاهی، بیداری و اساسا همه چیز. اون یک کلمه سانسکریته به معنی منبع و آگاهی جمعی. کلمه اون به صورت آ، یو و ام نوشته میشه که به زبان سانسکریت وقتی آ و یو کنار هم دیگه گذاشته میشه او خونده میشه. واسه همینم ما این کلمه رو اوم میخونیم به این صورت. اوم. کلمه اوم از سه بخش تشکیل شده، آ، یو و ام. اوم یعنی اکنون، گذشته و آینده. اوم یعنی آن چیزی که وجود داشته، آن چیزی که وجود داره و آن چیزی که وجود خواهد داشت. پس گفتیم که اوم از سه بخش تشکیل شده، آ، یو و ام. آ به معنی تولد، یو به معنی زندگی و ام به معنی مرگ. آ یعنی شروع یک فصل جدید، یک شروع جدید، شروع یک چیز جدید. یو به معنی زندگی، خلاقیت، هر چیزی که از لحظه تولد تا مرگ اتفاق میافته، هوشیاری، آگاهی، خلاق. ام یعنی قطع، انتهای یک فصل برای یک شروع جدید، مرگ، پایان. به یک روش دیگه اوم رو معرفی میکنن. دوباره اوم از سه بخش تشکیل شده، آ، یو و ام. آ به معنی بیداری، حالت بیداری، یعنی حالتی که شما از محیط اطرافتون آگاهی دارید. یو یعنی حالت خواب، یعنی که شما به خواب میرید و خواب میبینید، رویا میبینید. و حالت ام که حالت خواب عمیقه، یعنی شما آگاهی، ذهنتون آگاه نیست از خودش، از محیط اطرافتون آگاه نیستید، شما بیدار نیستید، هوشیار نیستید و در حالت سکونید. تو این حالت هیچ بد و خوبی وجود نداره، هیچ مثبت و منفی وجود نداره. اوم یک کلمه خیلی قدرتمنده، شاید از قدرتمندترین مانتراها نباشه ولی مانترا قدرتمندیه. اگه توی مدیتیشن هاتون از مانترای اوم استفاده کنید، ارتعاش و وایبریشن شما بالاتر میره و ارتعاش اوم باعث میشه که انرژی شما پاکسازی بشه و شما رو به لحظه که حال وصل بکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و معنی کلمه اوم رو متوجه شده باشین. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.